بحث قیام و هراس از قیام با بحث فساد و دزدی چاره ناپذیر رژیم گره خورده. همه در رژیم لااقل در حرف بر این نکته اتفاق نظر دارن که تا وقتی فساد ریشه‌کن نشه، خطر طغیان و قیام توده‌های فقر زده و به جان آمده به قوت خودش باقیه و هر لحظه هم این خطر بیشتر و عمیق‌تر میشه. اما فساد به اعتراف خود خامنه‌ای اژدهای هفت‌سری هستش که مقابله با اون امکان ناپذیره. اجازه بدید اذعان به همین حرف و همین واقعیت رو از زبان مهره‌ها و رسانه‌های رژیم ببینیم و بشنویم. اسدالله قرخانی، عضو مجلس ارتجاع، 10 فروردین. اعتراضات مردم در دیماه دارای پیام‌هایی بود و ما باید این پیام‌ها را واقع بینانه ببینیم. نباید بگوییم که اعتراض آنها به دولت بوده و یا دولت بگوید اعتراض آنها به مجلس یا حاکمیت بوده است. این پیام ها مربوط به همه بوده و باید آن را جدی بگیریم و در راستای رفع معضلات مردم گام برداریم. جلالی، عضو مجلس ارتجاع، 10 فروردین. در بحث ناآرامی ها باید ریشه یابی دقیق داشته باشیم. به هر حال باید قبول کنیم که دچار مشکلات حاد اقتصادی هستیم که همین مسائل ریشه این آشوب ها بود. نمی شود گفت اتفاقی در دیماه افتاد و تمام شد. باید به نتیجه واحد برسیم که ریشه این مشکلات خشکانده نشده و ماجرا را تمام شده فرض نکنیم. ما باید خودمان را برای مجموعه ای از مشکلات آماده کنیم. علی تاجرنیا، عضو سابق مجلس ارتجاع، 10 فروردین. به نظر من اعتراضات مردمی در سالی که گذشت نشان دهنده چالشی است که در مجموعه نظام وجود دارد و آن هم چالش اعتماد بین حاکمیت و مردم است. این اعتراضات نشان دهنده این بود که بی‌اعتمادی و شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد شده و برای رفع این شکاف مجموعه حاکمیت باید گام‌های جدی برای اعتمادسازی بردارد. بخش عمده این اعتراضات به نواقص معیشتی، وجود تبعیض و فساد در جامعه برمی‌گردد. خبرگزاری حکومتی ایلنا، 10 فروردین، حسن بیادی. ریشه ناهنجاری‌های دیماه سال گذشته بیشتر نابسامانی اقتصادی و سیاسی است که منجر به اعتراضات شد. به طور خوشبینانه 20% خواسته مردم به خاطر فقر بود و 80% اعتراضات به نحوه مدیریت اجرایی بعضی از عناصر سست عنصر، بی تدبیر، تبعیض و عدم شایسته سالاری در انتخاب مجریان امور بود. مشکل اساسی در بین جمعی از مسئولان است که به خاطر تمامیت خواهی و آثار زیانبار قدرت دچار توهم شدند. بعضاً اجرای امور دست مدیران سست عنصر و جمعی خسته از مسائل انقلاب می باشد که فساد خانمان برانداز اداری حاصل و نتیجه مدیریت آنان است. یکی از معضلات جامعه این است که مردم اعتماد خود را نسبت به مدیران مستقر در سقوه از دست دادند و امیدی به خیر آنان ندارند. سوء مدیریت و ایجاد فساد و تبعیض در اجرای امور به اعتماد ملی مردم نسبت به مسئولان خدشه وارد کرده است. فکر نمی کنم با این بی تدبیری ها اوضاع اقتصادی سال 97 بهتر از سال گذشته باشد. به نظرم مدیریت اقتصادی کشور از ریل اصلی و قانونی خود خارج شده و نوعاً از طریق باندها که از سارقین بدترند اداره می شود. جلال میرزایی، عضو مجلس ارتجاع، 10 فروردین. امروز اکثر نمایندگان به این اتفاق نظر رسیدند که ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از مهمترین مطالبات مردم است. از نظر من ناآرامی‌های دیماه نیز هشداری در این زمینه بود، اما متأسفانه انعکاسی در برنامه‌ها و به خصوص بودجه نداشت. ما باید در برنامه ریزی برای آینده آسیب‌هایی را که در کشور وجود دارد ببینیم و در عمل برای رفع آنها قدم برداریم. آخوند حسن مرادی، 10 فروردین. مادامی که عدالت پیاده نشود، اشکالات و اعتراضات هم وجود دارد. مملکت تنها در سایه عدل پایدار می‌ماند. طبق بررسی‌ها، وقتی با مردم مصاحبه و نظرسنجی می‌شود،
80% افراد مشکل اصلی خود را بیکاری عنوان کردند. تورم، گرانی، رکود و بیکاری جوانان مسائل اصلی مد نظر مردم است. سایت حکومتی اعتماد آنلاین، دهه فروردین، حسن موسوی. وقتی مردم به کسانی که کشور را اداره می کنند اعتماد نداشته باشند، دچار استرس فراگیر می شوند. نسبت به هم بی اعتماد می شوند. آرام و قرار نمی گیرند چون از آینده خوب مطمئن نیستند. از هر 4 ایرانی یک نفر به یکی از اختلالات روانی مبتلا است. وقتی از اختلالات روانی حرف می زنیم، نمی توانیم زمینه های بروز آنها را نادیده بگیریم. خیلی ها مسائل اقتصادی را عامل اصلی این وضعیت می دانند. اما الان می بینیم کسی که پول هم دارد باز حال خوبی ندارد. این یعنی یک سری فاکتورهای مهم در ناراحتی روانی مردم دخیل است که لزوماً به مسائل مالی مربوط نمی شود. بهتر است از خودمان بپرسیم که چه کرده ایم و در سیاست گذاری هایمان تجدید نظر کنیم.